زلزله‌ای به قدرت 6.7 ریشتر که بامداد شنبه به وقت محلی در تایوان رخ داد به مرگ 8 نفر انجامید. بر اثر این زلزله ساختمان‌های زیادی به ویژه در شهر 2 میلیون نفری تینان در جنوب تایوان ویران شدند. بیشتر قربانیان بر اثر فرو ریختن یک برج 16 طبقه جان خود را از دست دادند. بنابر آمار رسمی تا کنون 5 نفر همچنان ناپدید هستند. اگرچه گفته می شود که همچنان 10 نفر در برج‌های تخریب شده گرفتار و منتظر نیروهای امدادی هستند. یک زن 35 ساله که به همراه 2 فرزند خود از زلزله نجات یافته میگوید امدادگران دیوار به دیوار ساختمان را سوراخ کردند تا به ما رسیدند. گفتند سینه خیز بیرون بیایید. گفتم بچه هایم خیلی کوچک هستند و نمیتوانند. بعد آنها یک سوراخ بزرگ درست کردند. یک نفر از آنها نزدیک شد و بچه ها را گرفت. من خودم هم آرام آرام بیرون خزیدم. امدادگران تا کنون بیش از 220 نفر را زنده از زیر آوار نجات دادند. همزمان با فرارسیدن شب کار نجات بازماندگان این حادثه برای نیروهای امدادی سخت‌تر شده است.